برای شما آوازی میخونم به نام ژاله کلانتری. ژاله کلانتری دختری بود سلطنت طلب، آزاده، ایرانی، شریف و اصیل، اهل کردستان. او نویسنده بود، شاعر بود، در تهران زندگی میکرد، در انجمن بانوان شبهای شعر بسیاری داشت، برای خانمهای ایرانی شعر بسیار خونده بود، زنانی که به اونجا میرفتند رو میشناختند. متاسفانه در پاییز سال 59 به دست دشقیمان زندان اوین در همین زندان تیرباران شد، برخاست برای آزادی ما و تیرباران شد و اکنون نوبت ماست که برای ژاله ها برخیزیم. برای شما میخوانم ژاله کلانتری و با نام ژاله کلانتری به شما میگویم برای این بار خداوند نگهدار همه شما باشه، زنده و پاینده باد وطنمون، یادش گرامی باد. ژاله کلانتری دختری بود، دختری در میان شهر شما مثل ما، عشق ایران در سرش، در تمام فکرش، دنبال مادر وطن همچون من. مدرسه پایان کارش نبود، گل سازی تنها یادگارش نبود، جان به کف گرفت و ولی تا آخر خط رسید، آخر خط، آخر خط. یک روز شاله آمد به میدان، ما تنی و سوار همچه مردان، با لبانی پر از نام میهن، فریاد زد های ایران. بعد آمدند جانیان اوین با نگاهی پر از نفرت و کین، ایستادند به صف همان آتش. ژاله ایستاده داد جان، ژاله ایستاده داد جان، چون درختم، چون درختم. ژاله کلانتری دختری بود، دختری در میان شهر شما مثل ما، عشق ایران در سرش، در تمام پیکرش، دنبال مادر وطن همچون من. مدرسه پایان کارش نبود، گل سازی تنها یادگارش نبود، جان کف گرفت و دوید تا به آخر خط رسید، آخر خط، آخر خط. تیر زلزل خورد بر ریشش، فکر کردند که ما اندیشش، اما ژاله از ژاله ها سر برآرد، ژاله مو ژاله ای دیگر آید، 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 ژاله مو ژاله ای دیگر آید.